عبدالسلام حنفی در نشست مسکو و جامعه بین المللی خواست تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. مقام ایرانی جلو ورود مهاجرین افغان به تهران گرفته شود. رهبر طالبان از بیم پهپادهای آمریکایی در محضر هام آزر نمی شود. روایت سربازان ارتش از تسلیم کردن مناطق به طالبان، دستور جنگ نداشتیم. و 5 نفر از رهبران سیاسی افغانستان برای مبارزه با طالبان متحد شدند. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر ویدیوهای این چینل خوش آمدید. عبدالسلام حنفی در نشست مسکو و جامعه بین المللی خواست تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. معاون رئیس الوزرای طالبان در نشست مسکو گفته است که انزوای افغانستان به نفع هیچ جهت نیست و جامعه بین المللی باید حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان روز چهارشنبه 28 میزان در نشست مسکو در روسیه گفت که جهان باید حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد زیرا آنان در پای تعامل با جهان هستند. حنفی خاطر نشان کرده است که طالبان حاضرند روی تمام نگرانی های جامعه جهانی به وضاحت، شفافیت و صراحت گفتگو کنند. معاون رئیس الوزرای طالبان افزود که خواهان روابط با کشورهای همسایه، منطقه و جهان است که بر احترام متقابل بار حاکمیت ملی استوار باشد. معاون رئیس الوزرای طالبان در این نشست تصریح کرده است که تحولات اخیر انقلابی گونه بود و به مردم اطمینان داده می شود که اصلاحات در ساختار سیاسی کشور ادامه دارد. با گفته او این اصلاحات زمانگیر است. حنفی افزوده است پروسه اصلاحات سیاسی در نظام سیاسی زمانگیر است، اما عزم و اراده جدی در رهبری ما وجود دارد که خدمات معیاری و سریع به مردم ارائه کنند. از سوی هم او تذکر داده است که هرچند تحول اخیر انقلاب گونه بود، اما رهبری طالبان تلاش کرده است تا تمام اقوام و اقشار جامعه افغانستان در حکومت جدید حضور داشته باشند. حنفی همچنان گفته است که فساد تمام ساختار سیاسی رژیم غنی را در بر گرفته بود و با وجود وعده های زیبا در جامعه بین المللی تا آخرین لحظه رژیم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فراری افغانستان هیچ پیشرفت در عرصه مبارزه با فساد اداری صورت نگرفته بود. او افزوده که رهبران سیاسی دولت پیشین از فرصت ها برای راه اندازی استفاده کردند و طالبان حکومت را به حرص بردند که قصددار همسایه ها بود. در همین حال او از آمریکا خواسته است که ذخایر ارزی افغانستان در بانک های این کشور را آزاد کند و مردم نباید بهای تفاوت نظر سیاسی را بپردازند. از سوی دیگر او خاطر نشان کرده است که طالبان به جامعه بین المللی اطمینان می دهند که تمامی مسئولیت های ملی و بین المللی خود را به خوبی درک می کنند و خواهان تعامل با کشورهای جهان هستند. نشست مسکو با حضور نمایندگان در کشور برگزار شد. آمریکا از حضور در این نشست جلوگیری کرد. وزیر خارجه روسیه از عدم حضور آمریکا ابراز تأسف کرده است. مقام ایرانی جلو ورود مهاجران افغان به تهران گرفته شود. معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران گفته است باید جلو ورود حجم جدید از مهاجران به پایتخت گرفته شود. امین توکلی معاون فرهنگی و اجتماعی روز چهارشنبه 28 میزان با خبرگزاری ایرنا گفته است که دستگاه های مسئول موظف هستند که ابتدا جلو مهاجرت با افغانستان به ایران را به هر نوع ممکن بگیرند و افراد که مهاجرت کردند برگردند و از مظهر رد کنند زیرا تهران وضعیت مناسب در این زمینه ندارد. توکلی زاده افزوده است با وجود وضعیت نامناسب مهاجرت به تهران ما همچنان تاکید داریم که باید اتباعی افغانستان که به ایران مهاجرت کردند نیز به خوبی رعایت شود. این مقام ایرانی در ادامه گفته که سازمان های بین المللی در حوزه مهاجرت و مدیریت آن بودجه مشخص دارند و باید بخش از این بودجه برای سازماندهی مهاجران به ایران اختصاص یابد. رهبر طالبان از بیم پهپادهای آمریکایی در محضر عام حاضر نمی شود. انس حقانی عضو ارشد طالبان میگوید که رهبر این گروه در افغانستان به سر میبرد اما از ترس پهپادهای آمریکایی در محضر هام حاضر نمی شود. با گزارش اسپوتنیک این عضو ارشد طالبان روز چهارشنبه گفت که ملا هیبت الله اخندزاده رهبر این گروه در افغانستان است اما در محضر عام حاضر نمی شود.
زیرا از حمله هوایی تیاره‌های بدون سرنشین آمریکایی بیم دارد. پیشتر برخی رسانه‌ها به نقل از یک عضو ارشد گروه طالبان که نامش ذکر نشد به CNN گفته است که ملا هیبت الله سال گذشته در یک حمله انتحاری در پاکستان کشته شده است. حقانی در پاسخ به سوال خبرنگاران در محل زندگی آخندزاده گفت او زنده است و در افغانستان به سر می‌برد. من خودم حدود 10 روز پیش با وی ملاقات کردم. اما حریم‌های هوایی افغانستان چندان امن نیست و تیاره‌های بدون سرنشین آمریکایی در آنجا حاضر می‌شود. ملا هیبت الله پس از ملا اختر محمد منصور سیومین رهبر طالبان است که پس از تأسیس این گروه در سال 1994 رهبری طالبان را به دست گرفت. رعایت سربازان ارتش از تسلیم کردن مناطق به طالبان دستور جنگ نداشته ایم. پیشروی بر قاصای طالبان از ولسوالی ها آغاز شد. زمانی که نیروهای دولتی از این مناطق بدون جنگ عقب نشینی کردند، این روند ادامه داشت تا که طالبان به مراکز ولایات رسیدند. با آنکه مراکز ولایت و شهرها با مقاومت اندک ارتش به دست طالبان سقوط کرد، اما کابل بدون چون و چرا تسلیم شد که در نهایت نظام و ارتش افغانستان فروپاشید. چرایی فروپاشی ارتش که طی 20 سال میلیاردها دلار برای احیای آن هزینه شده بود، سوال میلیون ها شهروند افغانستان و حتی مقام های کشورهای غربی از جمله آمریکا است. نظامیان پیشین ولی میگویند آنها دستور جنگ نداشتند، بلکه دستوری که دریافت میکردند عقب نشینی و تسلیمی تجهیزات اسلحه به طالبان بود. محمد رضایی یکی از افسران و یکی از اعضای سابق ارتش افغانستان به رسانه ها گفته است قبل از رسیدن طالبان به کابل، شمار از افسران و سربازان همراه با بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع به ولایت های اطراف کابل از جمله پروان، میدان وردک و لوگر رفتند و با آنها دستور داده شد آنجا را ترک کنند و تمام تجهیزات نظامی و تسلیحاتی را به کابل انتقال دهند. این نظامی پیشین میگوید به نیروهای امنیتی مستقر در کابل اطمینان داده شده بود که طالبان وارد شهر کابل نمی شود و دروازه های ورودی محکم است. دستور نداشتیم بجنگیم. به گفته این عضو سابق ارتش افغانستان، برغم اطمینان از عدم ورود طالبان به کابل، از وزارت دفاع به نظامیان دستور داده شد که کمربندهای امنیتی کابل را ترک کنند و به مرکز شهر عقب نشینی کنند که به گفته او با خروج نظامیان از کمربندهای امنیتی طالبان وارد شهر شدند. این عضو سابق ارتش افغانستان گفت حدود ساعت 10 صبح همزمان با ورود طالبان به شهر کابل به ما دستور دادند که کمربندهایی که برای جلوگیری از ورود طالبان ساخته بودیم را ترک کنیم. ما به امر وزارت دفاع کمربندها را رها کردیم و به مرکز خودمان در شهر آمدیم. رضایی میگوید وقت طالبان به قرارگاه های نظامی در مرکز شهر کابل رسیدند، به نظامیان دستور رسید که تمام تجهیزات و تسهیلات خود را به طالبان تسلیم کنند و به خانه هایشان بروند. با گفته این نظامی پیشین این اتفاق ناگهانی بود و نظامیان هیچ کار کرده نمی توانستند. او گفت ما و تمام سربازان حاضر بودیم بجنگیم و شهید شویم، ولی ما دستور از بالا نداشتیم. اگر بدون دستور می جنگیدیم همه شهید می شدند و جنگ ما بیفایده می شد. زیرا چرا ما می جنگیدیم و چرا نمی جنگیدیم؟ کشور را به طالبان تسلیم کرده بودند و اینجا فقط خون ما و شهیدان پایمال می شد. پنج نفر از رهبران سیاسی افغانستان برای مبارزه با طالبان متحد شدند. Independent Force. پنج تن از رهبران احزاب سیاسی افغانستان که در پی فروپاشی دولت پیشین این کشور به کشورهای مختلف پناه بردند، روز سه‌شنبه توافق بر ایجاد شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان با هدف مبارزه با طالبان خبر دادند. عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی، عطا محمد نور رهبر شاخه نشابی حزب جمعیت، حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت، عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب دعوت اسلامی و اینوس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری از اعضای اصلی این اتحاد سیاسی هستند. این رهبران سیاسی با انتشار یک اعلامیه رسمی اعلام کردند که فعالیت شورای عالی مقاومت ملی در دو بخش سیاسی و نظامی تنظیم شده و ترجیح آنان دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان از طریق سیاسی است. این شورا از کشورهای جهان خواسته است تا کابینه طالبان را که شمار از اعضای آن تحت تحریم و تعقیب سازمانهای امنیتی اند به رسمیت نشناسند و از او خواست مردم افغانستان برای رسیدن به صلح و تامین حقوق زنان و اقلیت‌ها حمایت کند.
رهبران این شورا همچنین از مردم افغانستان خواستند که خود را برای یک مقاومت دشوار و دراز مدت در برابر استبداد داخلی و تجاوز و اشغالگری خارجی آماده کنند. این شورا از طالبان خواست است تا از کشتار هدفمند و بازداشت نظامیان دولت پیشین خودداری کند و به کوچ اجباری و تصرف خانه های مردم پایان دهند.